بعد از فتح مکه در سال 8 هجری توسط پیامبر، دو قبیله بزرگ عرب به نام حوازن و ثقیف که احتمال می‌دادند رسول خدا آنها را نیز به اسلام دعوت کند، تصمیم گرفتند که پیشدستی نموده و به مکه حمله کنند. آنها با تحریک قبایل دیگر با حدود 30,000 نفر جنگجوی کارآزموده به فرماندهی جوانی به نام مالک ابن عوف به سمت مکه حرکت کردند. مالک ابن عوف به جنگجویان خود دستور داد همه غلاف‌های شمشیرهایشان را بشکنند و تا زمانی که تمام سپاهیان پیامبر اسلام را نابود نکردند شمشیرها در غلاف نرود. جنگی بسیار خونین در راه بود. برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها کانال رو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کرده ویدیو رو لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو در قالب کامنت ها برای ما بنویسید. حتما این کانال رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید. لشکر کفر به سمت مکه حرکت کرد و به منطقه حنین رسید. آنها در حنین کمین کردند و در لابلای شکاف کوه‌ها و تپه‌ها و لابلای درختان منطقه پنهان شدند و منتظر سپاه پیامبر ماندند، چون می‌دانستند که پیامبر از حرکت آنها به سمت مکه توسط مأمورین امنیتی خود آگاه شده است. پیامبر مردم را به جهاد دعوت کرد و با 12,000 نیرو از مکه خارج شد. پیامبر خود نیز زره و لباس رزم بر تن نمود و پرچم سپاه را به حضرت علی علیه السلام داد. لشکر رسول خدا در تاریکی صبح به حنین رسید. ناگهان لشکر کفر از هر سو به سپاه پیامبر حمله ور شدند. سپاه اسلام ابتدا زیر رگبار تیرباران دشمن قرار گرفتند. دشمن بعد از تیرباران حمله سراسری را شروع کرد. تعداد زیادی از تازه مسلمانان که غافلگیر شده بودند پا به فرار گذاشتند. حمله دشمن به قدری هولناک و غافلگیرانه بود که باقی سپاه پیامبر نیز گریختند. کار به جایی رسید که از آن سپاه 12,000 نفره فقط 10 مرد و 2 زن در کنار پیامبر خدا ماندند و ایستادند. اکثر مسلمانان در این جنگ ترسیدند و فرار کردند که عمر ابن خطاب و ابوبکر مدعیان خلافت نیز از جمله فراریان بودند. مردانی که با رسول خدا ماندند و ایستادگی کردند، حضرت علی، حیدر کرار به همراه 9 نفر از بنی هاشم که پسران ابولهب، عتبه و معتب نیز در میان آنها بودند، ماندند و برای حفظ جان پیامبر شمشیر زدند. در این میان 2 زن، 2 شیر زن که ایستادند و برای حفظ جان پیامبر شمشیر زدند و حتی در مواقعی بدن خود را جلوی شمشیرهای دشمن قرار می دادند که شمشیر دشمن بدن رسول خدا را پاره نکند. نصیبه، دختر کعب و ام سلیم 2 شیرزنی بودند که مانند صحابه جلیل القدر پیامبر فرار نکردند و ایستادند و جنگیدند. در این جنگ حضرت علی به تنهایی 40 نفر را به درک واصل کرد. جنگ در حال اتمام بود و شکست سپاه اسلام حتمی. اما ناگهان با یک حرکت علی شیر خدا سرنوشت جنگ به صورت عجیبی تغییر کرد. در چنین شرایطی که سپاه اسلام از هم پاشیده و همه در حال فرار بودند، مردی از قبیله حوازن به نام ابو جرول که اندامی ورزیده و غول پیکر داشت با پرچم سیاهی در دست سوار بر شتری سرخمو پیش می آمد و هر مسلمانی که بر سر راهش می دید می کشت و سپس پرچم خود را بالا می برد و به مسلمانان ناسزا می گفت. او فریاد می زد: من ابو جرول هستم. امروز هیچ کدام از مسلمانان را زنده نخواهم گذاشت. حضرت علی با تیزهوشی متوجه شد که باید فضای جنگ را به نفع سپاه اسلام تغییر دهد
و این فقط با کشتن یکی از بزرگترین سرداران دشمن امکان پذیر است. پس همچون صاعقه به سمت ابوجعفر دوید و با قدرت تمام شتر او را پی کرد. با قطع شدن رگ پای شتر، شتر و ابوجعفر همزمان بر زمین سقوط کردند و امام بلافاصله خود را به ابوجعفر رسانده و قبل از اینکه او به خود بیاید چنان ضربه‌ای به او زد که این پهلوان قبیله هوازن از وسط به دو نیم شد. در این لحظه حضرت علی فریاد زد: به خدا قسم هیچ کس چون من در هنگام شمشیر زنی حق شمشیر را در زدن ضربت ادا نمی کند. سپاهیان دشمن با دیدن این صحنه هولناک ناگهان پا به فرار گذاشتند. بلافاصله فضای جنگ دگرگون شد. پیامبر بلافاصله با دیدن این حرکت امام علی به عموی خود عباس فرمود: به بالای بلندی برو و فراریان را اینگونه صدا بزن: ای اصحاب سوره بقره، ای اصحاب پیمان شجره، به کجا فرار می کنید؟ پیمانی را که با رسول خدا بسته اید به یاد بیاورید. عباس عموی پیامبر با صدای رسا که مخصوص او بود این جملات را برای فراریان تکرار میکرد و همزمان پیامبر نیز خود شمشیر کشیده به سمت دشمن حمله ور شد. پیامبر اسلام که خود نیز جنگجوی قهار بود همچنان که شمشیر میزد فریاد میزد: تازه اکنون تنور جنگ داغ شده است. من پیامبری هستم که دروغ در من نیست. من فرزند عبدالمطلب هستم. با این اتفاقات که حضرت علی شروع کننده آن بود ناگهان ورق جنگ برگشت. با کشته شدن ابوجعفر و فریادها و رجزهای پیامبر و بنی هاشم ناگهان فراریان به خود آمده و شمشیرهایی که بر زمین انداخته بودند به دست گرفته و به سمت پیامبر آمدند. از سوی دیگر لشکر دشمن که مرگ ابوجعفر را به آن شکل به دست حضرت علی دیده بودند پا به فرار گذاشتند و جنگ در نهایت با شکست لشکر دشمن به پایان رسید. در این جنگ خداوند لشکرهای نامرئی را به کمک رسول خدا فرستاد و در آیه‌ای از قرآن به این موضوع اشاره شده است که ما لشکرهای نامرئی برای شما فرستادیم که نمی دیدید. جنگ حنین در بسیاری از موارد بسیار شبیه جنگ بدر بوده است و این نیز برگی دیگر از افتخارات و دلاوری های امیر مؤمنان حیدر کرار علی شیر خدا بود. به امید شفاعت، به برکت ظهور و حضور مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پاینده و عزیز باشید.